بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی که هستید. عزیزان، برنامه خودتون، برنامه زنده و مستقیم روشن رو نگاه میکنید. انشالله همواره صحتمند و سلامت، جانجور و تیار باشیم. با امید خداوند مهربان یک روزی چهارشنبه بسیار زیبای دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم و از ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه. امیدوار هستم که همه صحتمند باشن. تشکر از شما خانم دکتر بیانی بزرگوار. بینندگان عزیز و محترم، همطور که شما عزیزان برنامه خودتان، برنامه روشنا رو دنبال میکنید، میدونید که در روزهای چهارشنبه بحثی که اخیراً در چهارشنبه اخیر با خانم دکتر بزرگوار صحبت میکنیم، مسئله مشاوره و مشورت گرفتن است. سوال امروز برنامه را اجازه بدن تا با یک خاطره از خدمت خانم دکتر پرسان کنم. و اویست که یک نفر خانم دکتر از دوستایی از ما بود که ای در زندگی شخصیش مشکل داشت، با خسر مادر خودش یک مقدار مشکل داشت، مشکلی که معمولاً معمول هست. بله، بین عروس‌ها و خسر مادرها معمولاً به خاطر تفاوت سنی یا بالاخره تفاوت فرهنگی یا هر چیز دیگه یک کم مشکلات کوچک در زندگی وجود داره. قطعا مشکلی داشته خانم با خسر مادر خودش و با یک نفر مراجعه کرد برای که او را مشوره و راهنمایی بکنه. بر اثر مشورت هایی که میکرد برایش راه و کار نشان میداد، میگفت که تو این کار بکن، او کار نکن. متاسفانه در نهایت کاری خانم به جدایی و طلاق کشید و بعد از او هر جایی که میششت میگفت که خدا خیر نکنه فلانه را که مرا مشوره داد و بریم گفت که تو فلان کار را انجام بده و من اگر که به حرف او نمیکدم، خود رسوا نمیکدم، زندگی خود از بین نمیبردم، عالی با دودن اولاد که اولادم در خانه دیگه هستند و نامادری دارند، من خودم اینجا سرگردان و زندگیم خراب شد. و هر جایی که میشست به دوستان خودش توصیه میکرد، میگفت به هیچ وجه مشوره نکنید، چرا که هر کس خودش از زندگی خود بسیار بهتر خبر دارد از دیگه افراد کده و اگر که میخواید که زندگی خود بسازید، خودتان بسازید بدون که با دیگر افراد مشورت بکنید و از دیگران مشورت بگیرید. من میخوام از شما پرسان بکنم خانم دکتر که با توجه به این همه آیات، روایات و یا تجربیاتی که افراد دارن از مشورت کردن که چقدر یک امر مفید است و حتی در قرآن هم توصیه شده برای مشورت کردن، چطور است که یک خانم با چنین تجربه مواجه میشه؟ او تجربه دردناکی است که زندگیش با مشورت کردن با دیگران از بین رفت و باز امی نفر یک کار کرده بود که اگر کسی میخواست که از کسی مشوره بگیره، نمو نفر میترسید، میگفت که من به تو مشورت نمیدم، چون اگر مشوره بدم تو رقم نمی خانوم میشی، باز اگر خدای نکرده در زندگی با مشکل مواجه شوی، هر جایی که بشینی مرا نفرین میکنی، ما نمیخوایم نه خدمت کردن به کسی میخوایم نه ثواب میخوایم، از او کده که کباب شونم اد نمیخوایم که ثواب بگیرم. بله، شما بحثای خوبی را در خلال همین خاطره و همین تمثیلی که بیان کردید گفتید و ما هم انشاءالله در این جلسه درباره ای که یک نفر وقتی که میخواد که مشوره بگیره، یعنی من اگر یک مسئله دارم، یک چالش دارم، یک سوال دارم و میخوایم که برای حل او یک به یک فرد دیگه به عنوان مشاور مراجعه کنم، یک آداب، یک سری تعالیمی را باید رعایت کنم، وگرنه که ممکن است که سرنوشت از ما هم ماننده اما فرد باشه که شما در تمثیل ذکر کردید، یعنی مشوره کنه اما از اون مشوره به حل مسئله از خود خود نرسن و مسئله بسیار بغرنجتر شده. بله، بله. و حتی تبدیل شون یک مسئله که کوچیک است به یک مسئله بسیار بزرگ. بله. شاید که یک گفتگوی ساده بین دو نفر بوده، هر دو نفر فرقی نمیکنه که یک عروس باشه و خسر مادر باشه یا نه، بین زن و شو یا بین هر دو نفری که میخواین که با هم یک زندگی تعامل داشته، تعامل داشته باشن و در یک بازه زمانی طولانی تر
با هم زندگی کنن قطعا با چالش های مواجه میشن، به خاطر که دو انسان مختلف هستن و دو دنیای متفاوت. بله، و حتی ببینید یک مادر هم با فرزند از خود خود میتونه که دارای میتونه که نه قطعا حتماً. بله، به خاطر که دو انسان مختلفن. اما خب ممکن است که گاهی اوقات ما امو راهچای تعامل بشناسیم و بدانیم خود چالش نباشه یا کمتر باشه. اما گاهی اوقات وقتی که نمیدانیم و خصوصا طرف مقابل ما یک نفر دیگری، یعنی یک نفری که دورتر است محسوب میشه، از یک خانواده دیگر است، از یک فامیل دیگر یا یک شهر دیگر است، خب ممکن است که چالش ما احتیاج به یا همین نحوه تعامل ما و یادگیری نحوه تعامل نیاز داشته باشه که در نفر سوم مراجعه کنیم. چیزی که به نظر من میاد شاید همین فردی که دچار چنین مسئله شده نمیدانسته که وقتی که ما مراجعه می کنیم به یک نفر به عنوان که مشوره بگیریم، باید یک شرایطی را قطعا پیش خود خودمو شرایط تکمیل کنیم که مهمترین شرط یا مهمترین مسئله و مهمترین مسئولیت، چون ببینید تصمیمی که من می گیرم فقط ممکن است که برای زندگی از من نباشه، ممکن است زندگی های دیگر هم تحت تأثیر قرار بده. مثل که در یه تمثیل همین خانم تصمیمی که میگیره دو طفل او را هم درگیر میسازه، بله. و چه بسا خانواده را درگیر میسازه و چه بسا افراد بسیار زیادی که از چشم از ما پوت و پنهان هستن اونها را هم درگیر میسازه. همین یک نفر وقتی من میخوایم مشوره بگیرم یک مسئولیت دارم، اما مسئولیت خود را باید انجام بدم. اولین مسئولیتی که بر عهده از ما است ای است که امو طرفی که به عنوان مشاور انتخاب می کنم شایستگی از او برای مشورت دادن برای از ما واضح و آشکار شوه، یعنی من مطمئن باشم که او می تانه که مرا مشوره بده. من یک مثال می زنم که امی روز گذشته با ما تماس داشتن، یک نفر بود که از همین افغانستانی های از خود ما که مهاجر شده بود در کشور سویدن و در اونجا میخواست که از فردی که افغانستانی نبود مشوره بگیره و از من باز مشوره میخواست که آیا من این کار انجام بدم یا نه. من چیزی که به ذهن من آمد گفتم که آیا اونها شرایط خانوادگی ما را میشناسن؟ آیا اونها اولویت های ما را میشناسن؟ اون نفری که اگر افغانستانی را فقط میفهمه که در نقشه افغانستان در کجای دنیا هست؟ امورم شاید ندانه. امورم شاید حتی ندانه. و حتی مسئله او هم شاید نبوده. یک نفر است که شغل اوی است که مشوره بدیه. شما وقتی که مراجعه میکنید برای یک مسئله خانوادگی در چنین فردی، یعنی اما بالابتدا و در اون مرحله اول همین سوال ایجاد میشه که آیا او طرف مقابل شایستگی لازم برای مشورت دادن داره یا نه؟ آیا او مفهمه که در خانواده های ما که بزرگترها نقش بسیار مهم دارن در هدایت و رهبری خانواده، در مدیریت خانواده، و خب آیا ایره میتونن متوجه شوند که خانواده های ما در واقع ما افراد نیستیم، ما مجموعه افراد هستیم. شاید که یک سنتی باشه، ما بحثی ایره ندارم که خوب است یا نه، چون ممکن است یک نفر بگویه که خب فرد بودن مهمتر است و بهتر است و کاملتر است، یا یک نفر بگویه که نه زندگی خانوادگی زندگی بهتر است. من گپ ایره ندارم، میخوایم بگویم که یک نفری که فردیت برای او پررنگ شده، چون در کشورهای اروپایی فردگرایی بسیار عموماً بله. چون اونجا هم بحث خانواده بسیار مهم است، هر جای انسان باشه خانواده برای او بسیار مهم است، اما اولویت داشتن منظور ماست. ما بحث ایره نداریم که کدام خوب است یا کدام خوبتر است، بحثی را میخواییم بگیم که اگر اولویت های ما به عنوان کسی که نیاز به مشورت دارم با فردی که به او مراجعه میکنم متفاوت باشه، آیا او میتونه که یک مشورت کامل و صحیح با
ما بدیم. یعنی والا اوی که نمو فرد در دانشگاه رشته مشاوره را هم تحصیل کرده باشه، والا اوی که در کشور خودش 40 سال مشاور باشه و مشهور هم باشه، ولی امی که نمیفهمه که سبک و سیاق زندگی ما به عنوان یک فرد افغانستانی که در چه بافت فرهنگی رشد کردم و در چه بافت فرهنگی زندگی میکنم، امی یعنی که اون نمیتونه صلاحیت داشته باشه برای که مرمش. بله، مگر اینکه ما در جلسه پیشتر گفتیم که ایمان داشته باشه، خرد داشته باشه، تجربه داشته باشه، مگر اینکه یک نفر باشه که خب به ما ثابت شود که او تجربه کافی برای مشوره دادن به افغانستانی ها را داره. چون چنین افرادی را هم ما داریم. بله. که شاید تا عمر از خود خود صرف ای کرده باشن که مشاوره میدن به افرادی از کشورهای مختلف مثل افغانستان، و شاید حتی خدمات رضاکارانه هم انجام میدن. بله. چنین افرادی هم هستن. پس چیزی که برای ما وجود داره ای است که یک صلاحیت های عمومی طرف مقابل، فردی که میخواییم از اون مشوره بگیریم، برای ما احراز شود، که در جلسه پیش گفتیم صلاحیت های اخلاقی او هم باید احراز شود. رازداری، امانتداری، سخاوت، قناعت و امور مختلفی که در روایات ما به عنوان سجایای اخلاقی خصوصا برای فرد مشاور در نظر گرفته شده، اونها باید که احراز شود. البته ببینید که این احراز به این معنی نیست که ما وسواس داشته باشیم، اما قدر که مشهور باشن. شما مفهمید که یک نفری که یا مشاور میشه یا نه دیگر، یعنی یک شغلی داره به نام شغل مشاوره، یا نه دیگران به او مراجعه میکنن به نام مشاور، خب امی که شهرت او هم میتونه که کمک کنه به اینکه ما صلاحیت او را بفهمیم، چون این شهرت بدون دلیل به دست نمیاد. بله. ما شما یک خاطره گفتید، من هم یک خاطره میگم از اینکه من وقتی که نوجوان بودم در باره این مشاور، خب هر دبیرستانی که باشه، هر مکتبی که باشه، یا هر محله‌ای که است، قطعا افرادی داره وجود دارن که به نام مشاور شناخته میشن. حالا اگر که روستا باشه و قریه‌جات باشه، شاید به نام مشاور نباشه، بلکه به نام هم کسی معتمد محل، ریش سفیدی باشه. بله. ولی خب عموما در دانشگاه ها یا مراکزی که علمی باشه، خب افرادی هستن که مشاور هستن، و ما هم در اما مکتبی که میرفتیم مشاور داشتیم. شاید باوری شما نیه که هیچ فردی در اما مکتبی که 400-500 نفر دانش آموز داشت، در مشاور مراجعه نمی کرد، در کسی که عنوان مشاور داشت مراجعه نمی کرد. چون یک بار دو بار رازی از اونا برملا شده بود و زبان به زبان گشته بود که در فلانی مراجعه نکنید. و شاید باز باوری از شما نیه که اما 400 یا 500 نفر هر کس اگر که سوالی و مسئلهی داشت، در یک نفر از معلمان مراجعه می کردن. شغل اون مشاوره نبود، عنوان مشاور نداشت، اما به خاطر ای که به تجربه دیگران دریافته بودند که او میفهمه و میتونه که کمک کنه، و بنابراین به او مراجعه میکردن. پس شهرت میتونه که برای ما در مسئله مهم باشه. البته در جلسه پیش گفتیم، حالی هم تکرار میکنیم، که ای که ما تبار مسئله را بشناسیم بسیار مهم است. ای که ما بدانیم مسئله ما خانوادگی است یا نه آموزشی است یا نه اقتصادی است یا اجتماعی است، این را اگر بشناسیم بسیار کمک میکنه به ای که به چه فردی مراجعه کنیم. چون گاهی اوقات از یک نفر است که میتونه مشوره خانوادگی خوبی بده، اما در اقتصاد نه. بله. یا ای که برای خانوادگی، برای تربیت اولاد مشوره خوب میتونه بده، ولی برای رابطه مثلا با خسور خسور مادر نتونه، چون تجربه اش را نداره. بله. پس بنابراین اولین قدم و اولین کاری که ما وقتی یک مسئله دارم و میخواییم که در یک نفر دیگه مراجعه کنم و مشوره بگیرم، است که شایستگی طرف مقابل بر ما احراز شود. بله. و ما با یک یقین قلبی برسم که همین نفر میتونه دم کمک کنم. و البته شرایط دیگه هم هست، آداب دیگه هم هست، از جمله ای که ببینید وقتی که ما به یک نفر مراجعه میکنم و میخواییم که
کمک کنه برای حل امو مسئله، برای حل امو بحران، حالا یک بحران شاید کوچک باشه یا نه، وسیع باشه دامنه او، ما باید که قصد و نیت از من این باشه که استفاده کنم و استفاده از من برای حل امو مسئله باشه. گاهی خود از خود نتر که یک نفر با یک دوست، با یک آشنای، با یک امین، با یک ریش سفید مراجعه میکنه و برای که درد دل کنه، بله، نه برای که او راه نمایش کنه و ای بتونه استفاده بکنه، و اگر او چیزی هم بگویه یا گوش نمیده یا ای که بالاخره گوش میده اما کار بدل خودش میکنه و هدفش صرفا و صرفا از مشاوره گرفتن است که یک گوش پیدا کنه، دو گوش شنوا پیدا کنه که درد دل کنه، خود خالی کنه. بله، این که ما نیاز به درد دل داریم ای خب گپی درون نیست، ما نیاز داریم که با افرادی که میفهمیم که رازدار هستن گاهی اوقات درد دل داشته باشیم. این که ما نیاز به این داریم که یک وقتی از ساعت از خود خود تیر کنیم. بله. چون انسان های طور هستن که مثل یک ماشین، حتی ماشین هم احتیاج به استراحت دارن و انسان نمیتونه که تمام مدت روز یا تمام مدت عمر از خود خود در تکاپو اینها باشه، یک بازه های هر چند کوچک باید ساتری داشته باشه. بله، باید یک فان، یک ساتری. بله. باید برای ما باشه. خب ممکن است که گاهی اوقات گفتگوها اینطور نقش بگیرن، یا یعنی نه هر انسان نیاز به این داره که با دیگران گفتگو کنه، اما مشوره یک چیزی است که شاید درو درد دل باشه، شاید درو گفتگو باشه، شاید درو ساتری باشه، اما هدف اصلی مشوره ای است که مسئله ما حل شده. و ما میبینیم که گاهی اوقات افرادی هستن چون چنین هدفی را ندارن، وقتی طرف مقابل میه و به اونها حرف برخلاف میزنن، میگن که نه او حتما قصد و نیت داشت. یعنی به جای ای که در حرف حق اما طرف مقابل از خود خوب گوش بدن، میگن که او چون که با ما دشمنی داشت گپ گفت. گاهی اوقات هست مثلا اگر که فرض کنید که من یک فرزند داشته باشم، یک اولاد داشته باشم، یک اولاد من نوجوان باشه و اولاد نوجوان از من شاید که اما درس از خود خوره و کار است که به اون محول شده انجام نده، من ممکن است که در یک مشاور مراجعه کنم و اون مشاور ممکن است بگه که خب یک سختگیری داشته باش، یا نه یک تنظیمی داشته باش، یا نه یک خودتو باید که یک تغییری در رفتار خودت. بله. داشته باش. خب ما در اون صورت اگر قصد ما اینه باشه که مسئله حل شوه، ممکن است بگیم که او چی گپی گفت، یا ای که حتی او رو متهم بسازم به ای که او نمیفهمه، من پیش فلانی رفتم ولی او نمیفهمه، در حالی که او مفهمه، چون که من قصد ندارم که تغییر کنم. چون ببینید هر تغییری با نحوه سختی همراه است. من روال عادی زندگی از من بوده که خب شاید که ساعت زیادی را با فرزند از خود خوب تعامل نداشتم، اما مشاور یا فردی که در اون مراجعه کردم در من گفته که خود تو در 24 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت با توجه به امو مشکل و مسئله باید که تعامل مستقیم داشته باشی با اولاد خود. خب شاید برای من سخت باشه ای که من از امو استراحتی از خود خوب بزنم، یا نه از کار و وظیفه خوب بزنم، شاید خب یک نفر باشه که احتیاج مالی هم داشته باشه. بله. در این موارد معمولا که ما تلاش میکنیم که با اتهام زدن و مشاور فرار کنیم از او راه حل، مسئولیتی که بر عهده ما هست. بله بله. و خود در روایت هم هست که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که حق مشیر بر تو این است که در آنجایی که با نظر تو موافقت نمی کنه و خلاف نظر تو رو میگه، متهمش نکنی، نگوی که او بلد نبود، نگوی که او نمیفهمید، نگوی که او حتما قصد و نیت داشت. ما گاهی اوقات خانم دکتر یک نفر پیدا میکنیم که برایش مشورت کنیم، که از او مشورت بگیریم، با اسم مشورت است اما قصد ما تاییدگیری است، چون ما تصمیم خود گرفتم، میخوایم که یک کار بکنم اما تایید دل میلرزه، احتیاج دارم که یک نفر، دو نفر، صد نفر مرا تایید کنن، پشت محکم شما به این تاییدها و برم کار انجام بدم. با یک نفر مشوره میکنم که تایید بگیرم، اگر تایید نگیرم دلم دق میشه، ناراحت میشم،
که چرا این نظر از من رد میکنه، باید که بگویی که نظر از تو درسته، بعد ما کار انجام بدم که باز در نهایت اگر که موفق شدم بگم که من چقدر انسانی بودم که هوشیار بودم این کار کردم، و اگر که خدای نکرده ناموفق شدم بگم خب من با افراد مختلفی مشورت کردم، اینا هم خدا اینا رو هدایت کنه نظرشون امی بود و من رو به این سمت و سو کشاندن. بله، یعنی در واقع وقتی که ما وارد اما پروسه مشوره گیری میشیم باید احتمال ای رو بدیم که یا ما رو تایید کنه یا رد کنه. بله. اگر که با پیش زمینه یکی از اینها وارد مشوره شویم، خب اون نتیجه خوبی نخواهد داشت و در واقع میتونیم بگیم که این مشوره این مشوره صحیح نبوده. یعنی یک چون یک فرایند است دیگه، نه یک ابتدایی داره، یک هدفی داره. بله. یک زمانی میبره، هزینه میبره و یک نتیجه داره. بله. و خب بنابراین من که میخوایم که واقعا، چون گاهی اوقات ذهن ما رو دچار خطا میکنه و ما رو فریب میده، اگر ما واقعا میخوایم که مسئله محل شوه، حتی اگر که پاسخ مخالف میل از ما باشه، باید که پذیرش او رو داشته باشم. درست. کار بسیار سخت است. بله. همچنان بله. که بقیه اموری که جزء اخلاقیات ما هستند فعالیت آسان نیستند. همه اونها احتیاج به زحمت دارند. بله. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینم، باز در خدمت شما خواهیم. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 عزیزان، شما فراموش نمیکنید همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ با همکار نظمه در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم خانم دکتر بیانی دارید پرسان کنید. بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما در مورد برنامه خودتان، برنامه روشنا را ببینیم و قطعا سعی میکنیم که اعمال بکنیم. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان محترم. شما عزیزان بیننده برنامه زندان مستقیم روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم. خانم دکتر، بحث در باب ویژگی هایی است که مشورت کننده باید رعایت بکنه، کارهایی است که باید رعایت بکنه تا بتونه یک مشورت سم و صحیح بگیره، بتونه که مشکل خودش را رفع بکنه. یک مسئله ای که وجود داره خانم دکتر در مسئله مشورت گرفتن که یک مقدار سخت است، چون زندگی یک حوادثی برای انسان پیش میاره، یک اتفاقایی را برای انسان رقم میزنه که شاید انسان شرمش بیاد یک او رو به یک نفر دیگه بگویه و انسان میخواد که این مسئله کمتر کسی از این مسئله با خبر شده، چون احساس میکنه که ممکن که آبرویش در معرض خطر باشه. میفهمه که یک مسئله بغرنج در زندگی شده، میفهمه که مسئله تمام زندگیش را تحت تأثیر قرار داده، میفهمه که به یک نفعی باید این مسئله را حل بکنه و این را هم میفهمه که خودش به تنهایی نمیتونه این مسئله را حل بکنه. اما چطور بتونه که یه اطلاعات را در اختیار یک نفر دیگه قرار بده و از اون مشورت بخواه؟ گیره چیکار کنه؟ این بسیار مسئله سخت است. بله، خب یک مسئله جدی است که انسان‌ها لایه‌های مختلف ذهنی و در واقع نفسی دارن. یعنی امی حال ما و شما با هم گفتگو می‌کنیم. بله. اما شما چی رو می‌شنوید؟ اما چیزی که من می‌خوام شما از ما ببینید. بله. از ما بشنوید. و وقتی هم که ما به این نفر مراجعه می‌کنیم تا اینکه از او مشوره بگیریم، کمک بگیریم و یک راه حل بگیریم برای حل مسئله از خود، خب اما چیزایی که ما میگیم او میشنوه و خب تا به او طرف مقابل یک مسئله واقعا هست و ممکن است که برای بسیاری یا پیش بیه، تا ما تمام او چیزی را که مرتبط با مسئله میدونم به شما نگویم و شما نمیتونید که با ما یک مشوره صحیح بدن. بله. از طرف دیگه هم که خب من خود شما رو شاید نشناسم و اعتماد به شما اگه اعتماد سختی باشه، من فکر میکنم یک راه حل میانه هم وجود داره، به این صورت که لازم نیست که ما به تمام افراد مراجعه کنیم برای مشوره گرفتن. با توجه به اون ویژگی هایی که برای مشاور گفتیم، برای تمام افراد که صادق نیستن. ممکن است که از 10 ویژگی یک نفر 5 ویژگی داشته باشه، خب مراجعه نمیکنه. ممکن است یک نفر 8 ویژگی داشته باشه، خب برای ما مهمتر است. یا کدام ویژگی برای ما مهمتر است؟ شاید یک نفر بگه که من به فردی که رازدار باشه به او مراجعه میکنم، حتی اگر که تجربه کافی نداشته باشه. یا برعکس هم باشه، بگن که من میخوام این مسئله حل شوه. و چیزی که برای من مهم است که طرف به لحاظ خرد و دانش، به لحاظ علم و تجربه در حد بالایی باشه، حتی اگر رازدار نباشه. از او تقریبا 10 ویژگی که ما در جلسه پیشتر بیان کردیم، این مهم است که ما چه چیزی را میخواییم به عنوان فردی که مشوره میگیریم. پس یک مسئله است. مسئله دیگه هم این است که ما باید تلاش کنیم بر وسواس های فکری فائق بیاییم. اگر که قرار باشه به هیچ فردی اعتماد نکنیم، خب بنابراین از فایده مشوره ما دیگه نمیتونیم بهرمند شویم. یعنی ما تبعات تصمیم از خودم همه تصمیم است دیگه. ما تصمیم میگیریم که به هیچ فردی اعتماد نکنیم. پس بنابراین تبعات تصمیم که بی بهره بودن از خرد دیگران هست، بی بهره بودن از دانش دیگران هست، ایران باید بپذیرم. خب سبک سنگین میکنیم، عقل ما میسنجه که بین ای دو چیکار کنیم. گاهی اوقات برخی از افراد چنین راه را پیشنهاد میکنن، میگن که خب ما در فامیل مراجعه نکنیم. بله. چون ممکن است که هر روز چشم در چشم شویم، در مراسمی که شرکت میکنیم هم دیگر را ببینیم و ممکن است که من شرم داشته باشم، ممکن است که آبروی خود در خطر ببینم. میگویند که در فرد مراجعه کنید که فامیل نباشه، یعنی شما روزمره او را نبینید، بلکه در همون مقطعی که نیاز و مشوره دارید بگیرید.
برخی از نهادها خانم دکتر هستند که مشاوره ارائه میکنن، امی رقم است در شهرها که یک سازمان است، یک نهاد است، افراد به عنوان مشاور هستند، افراد دیگه مراجعه میکنن، ممکنه که هیچ وقت هم دیگر هم قبل از او بعد از اون نبینن. بله، یک راه دیگه هم ما دیدم که بسیار جوانترها تمایل دارن که را انجام بدن، که به نظر من جالب است، هرچند که خود مشوره واقعی نیست اما میتونه کمک کننده باشه، این که مشوره های تمثیلی، یعنی دو نفر هستن، فرض کنید ما به شما مراجعه میکنم و در تلویزیون هست یا در بالاخره شبکه مجازی هست فیلمی وجود داره که من میام مشکلات از خود را بیان میکنم، شما هم راه حل ها را میگین و او طرفی که دنبال مشوره گیری هست امی برنامه را سیل میکنه، یعنی یک نوع نمایشی از مشوره ارائه میشه و اون نمایش کمک میکنه به فردی که یک مسئله و یک چالش داره برای که خود خود را تصور کنه به جای مشورت گیرنده و خب ببینه که آیا اون پاسخ و راه حل میتونه کمک کنه به او یا نه. خب این مشوره واقعی نیست اما برای فردی که سخت است برای او اعتماد کردن به دیگران خب شاید که یک راه حل خوب باشه. یا ای که ببینید در حل مسئله تنها راه حل که مشوره نیست. بله، اگر من واقعا نتونم که به افراد اعتماد کنم خب میتونم که از روش های دیگه حل مسئله که خب شاید مهمترین روش اویی باشه که من خودم دانش از خود خود افزایش بدم، تجربه را افزایش بدم با دیدن، شنیدن، مطالعه کردن. بله، مطالعه کردن، مواجه شدن با مشکلات و مسئله ها، انجام راه حل های مختلف، اینا میتونن که کمک کنن. هرچند که گفتیم اینا در جای خود مهمن، مشوره هم در جای از خود خود مهم است، اما اگر که به یک مشاور مراجعه کردیم در اون صورت ما نمیتونیم انتظار راه حل مناسب داشته باشیم مگر اینکه اطلاعات کافی و لازم درباره اون مسئله را ارائه کنیم. من میگویم که مثلا فرض کنید که شما مشاور هستید یا و ما مشورت گیرنده، همین به شما میگویم که ما با خسور خو یا خسور مادر خو مشکل دارم، ما با یک امو خواهر شوهر خو مشکل دارم، بعد یک اطلاعاتی میدم از اینکه حالا یا او بعد است یا ما بعد استم یا چی کار کردیم نکردیم و اینها، و خب شما یک چیزی میگویید با توجه به همین مسئله و ما وارد خانه میشم و چالش از ما بیشتر میشه، در حالی که اگر من میامدم و کل فضای خانه که شاید تحت تأثیر یک مشکل اقتصادی است بیان میکردم، شما میتونستید به راحتی راه حل بهتری را ارائه کنید، چون در مرحله اول راه حل شما مبتنی بر تعامل ما دو نفر است، اما در مرحله دوم با اطلاعات بیشتری که دریافت میکنید راه حل شما یک راه حل شاید اقتصادی حتی باشه. بله، که اون مشکل اقتصادی باعث شده که بین ما یک میانه بدی باشه، یک رابطه بدی باشه. بله، و ببینید خانم دکتر، این مسئله وقتی که ما با یک مشاور غیر حرفه‌ای مراجعه میکنیم بیشتر اهمیت پیدا میکنه، چون مشاور حرفه‌ای خودش میفهمه که چطور از زیر زبان طرف مقابل اطلاعات بکشه، بفهمه فضای کلی خانواده او را ترسیم بکنه و بعد راهکار ارائه بکنه. ولی مشاور غیر حرفه‌ای بنده خدا که درسش را نخونه در دانشگاه نمیفهمه، او به هر چیزی که من برش میگم اعتماد میکنه، فکر میکنه که کل واقعه، کل مواقعه انمیست و دیگر نیست، بر طبق اطلاعات میده، بر طبق راهکار میده، من عمل میکنم، خدای نکرده به مشکل میخورم، باز آه و ناله و نفرینم گریبان همون فرد بیگناه را میگیره که او فلانی دزمه گفت که کار انجام بده مرا بدبخت. بله، و همینجی باید همین نکتر هم بگویم که مشورت گرفتن یک فعالیت هزینه بر است. گاهی اوقات هزینه ما مالی و پول نیست، پول پیسه، اما وقت باید بگذاریم. شاید که من که به شما مراجعه میکنم و میخواییم مشوره بگیرم، میخواییم که در دو دقیقه شما راه حل از خود خود ارائه کنید. خب دو دقیقه آرمون نیست کنیم دیگه، یک دقیقه من مشکل هم میگم، یک دقیقه شما هم راه حل بگید. چنین کاری و چنین اتفاقی یک فعالیت عاقلانه نیست. اگر ما واقعا میخوایم که مسئله از من حل شوه، باید یک جلسه، دو جلسه، چند ساعت، حالا چند روز، شاید حتی زندگی بسیار پیچیده است، مخصوصا اگر که مسئله ما مسئله پیچیده و جدی باشه، با توجه و متناسب با مسئله سعی کنیم که زمان بگذاریم برای مشورت گرفتن. بله خانم دکتر،
5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر ندارم. بله. پس ما به عنوان فردی که مشوره میخوایم بگیرم، باید بر ترس از خودخو که نتونم به دیگران اعتماد کنم، یا ای که نتونم اطلاعاتی بدم، نتونم که اما خواسته درونی از خودخو را بر شما ابراز کنم، باید که فائق بیایم. اما اگر که تانستم به یک نفر مراجعه کنم و اطلاعات کافی درباره مسئله را بدیم، حضرت رسول می فرمایند که خب باید چکار کنید؟ حضرت می فرمایند که اگر که به فردی که صاحب رأی بود مراجعه کردی و مشوره گرفتی، باید از او پیروی کنی. یعنی نه وقت او را بگیر، نه وقت از خود خود را بگیر. ده. اگر می فهمی که حرف او حرف صحیح و صادقی هست، او حرف باید که عملیاتی بسازی. البته که تمام کارها اتفاق نمی افته مگر ای که ما به عنوان یک انسان نسبت به امو رأیی که در امو محل مشوره یا زمان مشوره داده میشه، نسبت به اونها هم عقل خود خود را سهیم بدانیم. یعنی اینطور نیست که از جلسه مشوره که خارج شدیم بگیم که الا و لابود امی است. باز درباره ما میتونیم که فکر کنیم و باز میتونیم که خب حتی سبک سنگین کنیم، حتی بسنجیم که آیا چنین حرفی، چون صلاح و مصلحت هر فرد رو شما در ابتدای جلسه هم گفتید، بهترین فردی که مفهوم خود ما هست. بله. و ما از تسهیلگرهای مثل مشوره کمک میگیریم که امی صلاح و مصلحت برای ما واضح تر شوه. ولی یک نفر وقتی مشوره گرفت، وقتی که با یک فرد صالح مشوره کرد، وقتی که تانست که بر ترس های از خود فائق بیایه و اندیشه از خود را هم به کار گرفت، کاری که انجام میده او کار باید که با توکل به خداوند انجام بده، چون مشوره یک جزء کوچک است برای حل مسئله و او که تأثیر گذار است او خداوند تبارک و تعالی است که ما تمام تلاش از خود را میکنیم بهترین باشیم و هر وقتم که هر کاری میخواییم انجام بدیم در او کار باید که از خداوند کمک بگیریم. پس بنابراین اگر که یک نفر آمد که در این مرحله رسید، حضرت رسول در او یک توصیه داره و میفرمایند که در کارا مشورت کن، اما وقتی که تصمیم گرفتی که یک کار انجام بدی واقعا، و توکل علی الله، به خدا توکل کن. بله. و نقش خدا را به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسانی که در فضای دینی زندگی میکنه، ما رو باید که همواره پر رنگ بدانیم. درست است. نکته بسیار دقیقی را شما اشاره کردین. در هر لحظه زندگی ایمان ما حرکت میکنیم، ولی در نهایت برکت از سوی خداوند متعال توقع و انتظار داریم. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر عزیز، بسیار استفاده کردیم. الهی، و توی شایسته ترین کسی که این بنده به او امید دارد و سزاوار ترین کسی که از او میترسد و میپرهیزد. پس ای پروردگار من، آنچه امید دارم به من عطا کن و از آنچه می ترسم امانم ده و از رحمت خودت سهمی به من ببخش، که تو گرامی ترین و بخشنده ترین کسی هستی که از او درخواست می شود. الهی آمین. به امرای کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزا مرخص می شیم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.